دوستای عزیز سلام، امید است که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، امروز ما بلده 12 فامیل نیازمند کمک توزینیم. دوستان سلام، از مرم پذیرا باشید، امید است که خوب صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز که نجبه جان گفت امروز ما توزیع کمک گروهی داریم بلده 12 فامیل نیازمند. یه دفعه سوم که ما کمک گروهی داریم بلده فامیل نیازمند، و دلیل از که ما در موقعی که فعلا هستیم کمک را بلده فامیل نیازمند توزیع نمیه که کلگی رسکی میتنه، چون فامیل نیازمند از کل جای جاغری میه. خب دوست عزیز، مور تاخیر امرایی کن موریم توزیع نمیم، فعلا زیاد منتظر من نه موریم دستیم. سلام علیکم. سلام مادر جان، خاروک برارو، کلگیشم خوبین؟ جانشم جورا سلامتین؟ سلامت باشین. بخشش باشه که امروز شما را روی چون رایشم دوره، شما را به زحمت شده نمادین این طرف. زنده باشیم. آرد پاکستانی اول 24 باجی، فی باجی 2275، جمله 54600، روغن 12 پیپ 2500، 30000، برینج 12 باجی، باجی 1000، 12000، کرایه موتر 350 روپی، جوالیم 170 روپی، جمله 97120 افغانی میشه. و پایش از سایش رو شما برید، ما مال را قبیل رایین. سلام علیکم، خوبین؟ بخیرین؟ سلام شما جورا خوشی جان؟ خب مادر جان، خورا برارو بلده شما مگیم بلده دوستام که این کمک از طرف یک برادر از ما از سویدن به نام غلام رضایی است. مبلغ کل کمکش 96000 افغانیه. با زینال ما از این جمله خرید کردیم مواد خوراکه که بلدهشم توزینیم. آره، آرد پاکستانی اولش که 24 بوجی که فی بوجیش 2275 افغانیه که مجموعش 54600 افغانی میشه. روغن 12 دانه، 12 مزی بوشکه، فی بوشکهش 2500 افغانی که مجموعش 30000 افغانی میشه. دیگه برنج 12 بوجی برنج، فی بوجی 1000 افغانی که مجموعش 12000 افغانی برین شده. دیگه کرای موتر باربری که موتر باربری آورده اینجی شد 350 افغانی، و جوالی کرای جوالیشی 170 افغانی که مجموعشی 97120 افغانی میشه که ما 1120 افغانی باقی شدیم. خب ما نامای یکی یکیش را میخوانم، شما باید کمک های تحویل بگیرین. نفر اول خورشید سخی داد از جوی نو. این خاله درسته. مادر جان خوبی؟ تشکر، سلامت باشی. خب نفر دوم حکیم احمد از منطقه. مادر جان مشتبل بگیرین. دیگه نفر سوم علی یاور براتلی. پدر جان خوبین؟ سلامت باشین. تشکر از شما از این کمک. هر شخص هم برادر کمک کرده برین از این فقرا و مسکنه و مریضان. از اینا خیلی سپاس رو خوشی میارن، خیلی عمر میدن، خدا من داشته باشن. سلامت باشین، زنده باشین پدر جان، بزرگوارین واقعا. در نظر داشته باشن، خدای ما را نگاه کنه، در امان خدا باشه. زنده باشین. شریفه محمد خان از قجور. خواهر جان خوبین؟ تشکر، سلامت باشین. دیگه رخشانه جان علی از شلبتو. خواهر جان خوبین؟ سلام خواهر جان. اون طرف بشین، اونو بوش بگیریم. آره. دیگه ماه بی بی محمد نبی از قری سرخاو. خواهر جان چطورین، خوبین؟
تشکر، سلامت باشین. دیگه فاطمه اسماعیل از چارخوشه. فاطمه اسماعیل مالا جان شما این؟ خوبین، سلامتین؟ سلام. دیگه مرضیه احمد علی از قریه سرخاو. خوبین جان، سلام. سلامتین؟ چطوری؟ بخیری اون دورو کنم. سلامت باشین، زنده باشین. سلامت باشین. بختاوری سلمان از پشی، قریه پشی. مالا جان چی دارین؟ خوبین؟ چطور؟ تشکر، سلامت باشین. اون طرف بود. دیگه خدیجه اقبال از قریه سیامچه. خاله جان خوبین؟ خدا رو شکر. اونو بهور خاله جان. دیگه زینب زیاولا از سلام علیکم. سلام. خوبین، سلامتین؟ اون جان خاله جان. دیگه گلبخت زوارشاه از اوسه، از قری اوسه. مادر جان چطورین؟ خوبین؟ سلامت باشین. اون اون آخریشی. خب چیز گفتنی دارین بلده و بیرار از مکه بلدشم کمک رایگ ده؟ تشکر، سلامت باشین مادر جان. زنده باشی. مزی برادر ما در جای مقصد داره در کشور شد. از جهان سپاس میکنم از بدن از این مجلسین و از این فقرات کمک رایی کنه. خیلی زیاد تشکر، خیلی زیاد تشکر. اگر قدرتش باشه در آیندم این مجلسین بشارا اینا در نظرش باشه. و از این خیلی زیاد سپاس میکنم. خیلی زیاد تشکر از این. زنده باشی مادر. رو من نگاه کنه در کشور که هست. در خانه خدا باشه. بخاطر الهی امین. الهی خدا صلح و آرامی در کشور ما بیاره. الهی خدا من اینا امان خدا باشه ان شاء الله. الهی امین. سلام باشه. سلام نیکو خدا تشکر بکنم مادر صاحب. تشکر، سلام. الهی امین. الهی امین. الهی امین. الهی امین. سلامت باشید. الهی امین. الهی امین. الهی امین. الهی امین. سلامت باشید. خب مادر جان، پدر جان یال میتنین برین خب؟ سلامت باشی. وقتی وقت خدا را دارید، از این یک شمون دارید دیگه اونا خدا شانه نگاه کنه، تشکر میکنم. برادرها را خدا نگاه کنه که غلط مورم میکنم اینجی. بازم خدا تشکر میکنم. از انجینیر سیدان خیلی زیاد تشکر میکنم که برنامه را راه انداخته. تشکر دارد. خدا میخواد از فقرا و معیوبین را کسایی که مستحقه. از انجینیر سیدان تشکر میکنم. از شما از این شخص که کمک روان میکنم از این خیلی سپاسی تشکر میکنم. زنده باش. تشکر، سلامت باش. الهی امین. الهی امین. زنده باشین مادر جان. سلامت باشین. حتما حتما. خب مادر جان، پدر جان دیگه نال میتنین برین. بخشش باشه به زحمت شدی نمادین تا اینجا را. شما خیلی زیاد سلام. سلام آقای جان. من در اینش نفار جان. خوبی جان تجاره؟ خیری. شکر. چیمای تو مشکل داره؟ بله. میتنی بگی که چند چیز مشکل داره؟ چی میمه وقت که ما رزب ده ما مرقم میشود از رزگی تمی تو بوده چیم تو؟ آه پیش دکتر رفتی؟ یک دفعه رفتم گفت نمیشه از اول چی تو؟ چی مایت میدید؟ نه از اول هم نمیدید؟ نه خب گفتی پیش دکتر رفتی نه؟ آه بله باز دکتر چیز گفت؟ دکتر گفت چشم های زی خیلی از نمی برگم و مگه تبدیل شنه تبدیل شنه؟ دیگه ارقم نمیشه دیگه؟ نه اگه تبدیل شنه گفت میشه؟ جور میشه؟ خبر نیم، ما وقتا خیلی رزب بود دیگه این در رزگیت برده دیگه نبرده تا بال دیگه؟ نه تو این روز قدس کیم دی؟ این روز قدس دیخ چند ساله ای خبری؟ پونزه پونزه ساله
درس مسجد نخوندی نه؟ نه. آتت چه؟ بیم من جاستم. پدرجان خوبی؟ سلامت باشین کارجان، شما خوب هستین انشالله؟ شکر سلامت باشین. زنده باشین، سلامت باشین. ما یه بختشین کمک گفت زدم از وقت چون ماشه میتونم؟ بله کارجان، دختره ازم که نو تولد شده بود خلاصا یک وقت که تیر شد من سر از این اشتباهی شدم سر کدم که شما از این نمیبینم. بعد از اون بردم در کابل در شفخانه فرانسوی ها، اونجا که بردم خلاصه دکترهای فرانسوی خارجی ها سر از این جمع شد، خیلی دقیقی را معاینه کرد، خلاصه به این نتیجه رسید که دختر از تو چشماش از رحم مادر نابینایه دیگه، هیچ امکان جور شدنش اینجا نیست دیگه. تو مثلا سرمایه داری و از زندگی چطور مغز ما خودم شخصا مایوب هستم، در انقلاب مایوب شدیم، 70% مایوب هستم، ما یک در زندگی ندارم که مثلا دختر خود یا چشمی نو بخش از او بیندازم. اونا یک مشوره داد که تو اگر زندگی داری دختر خوب برای مثلا در اندوستان اونجا در یک چشم لیزری بیندازه. ما دیگه برزنا کنم، ما او در زندگی ندارم که دختر خود ببرم در اندوستان یا جای دیگه که در یک چشم لیزر بیندازه دیگه بیندازه. خلاصه معاینه از این تمام شد و دکترها به این مشوره رسید که دختر از رو از رحم مادر چشم نابینایه دیگه. ما اونا دختر خود گرفته آوردم پس به خانه دیگه، مشکل دختر محمود ما نه بیچاره دیگه، این 13-14 ساله یا 12 ساله یا علمی در خانه هست بیچاره دیگه. ما دیگه وقت واسه ندارم که مثلا دختر خود چشم بندازم یا دیگه بندازم، علمی تو مانده دیگه و امید خدا دیگه زندگیش علمی تو تلخ هست دیگه. گفتی که دکتر گفت که چشم لیزری بندازه نه؟ بله. باز او چیماش جور میشه دیچ خوب میشه؟ ولی اونا همون مشوره داد که چشم لیزری بندازه دیگه، ما با او نتیجه نرسیدیم که آیا او چشم لیزری در این کار میداد یا نمیداد دیگه، اوش مربوط به دکترها میشد دیگه که خبر ندارم، اونا همیت یک صحبت کردن دیگه. بله. چند اولاد دارید؟ ما خودم 7 اولاد دارم، 5 بچه دارم، 2 تا دختر که یک شبیه مایوب است یک شون خورترک است، 5 بچه دارم، یک شبیه 17 سال است که دمی یک تحولات دمی 3 ماه که میشه رفتم طرف زیران، اونا هم خلاصه سرکار نیستم اونجا رفتن دیگه. دیگه 5 بچه دارم، 2 تاش مطب میره دیگه، هاش همون خورد خورد تا که دگه وادم هست اولادای ما. خلاصه 7 اولاد دارم، 2 تا هم خدای ما هستم، مادر و پدرش 9 تا ایال هستم. خب از دیگه اولادش مشکل نداره؟ دیگه اولادای مشکل نداره، اونا صحت هستن. بله. فقط همه دخترم پدرجان خودش میسکارم خود من معیوب هستم. خلاصه در زمان خود یک کارهای دیگه میکردم شخصی، 70% معیوب هستم. فعلا خودم در بازار سنگ ماشه کفاشی نکنم، مشکلی نکنم. بله دیگه واسه کار ندارم، از اینکه هم عمل دیگه عمل شدیم، هم معیوبش کم هستم، هم صورت معیوب هست. یعنی ما که معیوب واقعی هستم که فقط یک چشم بنا دارم. خب پدر جان گفتین در بازار موچگیری مونی نه؟ بله. باز کارایشم چطوره؟ کارا خوبه دیگه، چیزی که خدا قسمت کرده باشه، روزی یک کنیم ساعت یا دو ساعت، چیزی که خدا قسمت کرده باشه حالا مجبور هستیم قدان زود بسازیم دیگه، از اینکه ما دیگه نه سرمایه دارم و نه وقتی کارگر دارم، یعنی اولادان کل شیردشه را خود بخورد هستم دیگه. من قدردمو یا دو ساعت میشه یا کنیم ساعت میشه یا نمیشه دیگه، قدان زودمو خلاصه با امید خدا فردا میکنیم دیگه و کمک زنی و کمک نیاز دارم خلاصه یک کمکی. چند سال میشه که این در بازار موچگیری؟ ما تقریبا یک 5-6 سال میشه یعنی سال موچگیری، پیش از اون دیگه کارا میکنیم. پیش از اون کار میکردی که خوش؟ پیش از اون تا که یک کمی جوان بودیم خلاصه کم رانندگی میکردم موتروانی، بعد از اون دیگه که حال چشمان من ضعیف شده رانندگی را بس کردم، خلاصه مشکلات از لیسانس و چیزان بود، اسناد نداشتم دیگه موتروانی را بس کردم، این همی کفاشی را گرفتم، از اینکه آسان است دیگه. اولادای مطب را اینی؟ اولادای دو تایش مطب نیره، یعنی دخترک نمیره، یک دخترک ریزم او یک کم مشکل فامیلی بخشش پیدا شده بود، او بشاره از مطب مان او را گفت تو در خانه نگه داری کن، سر از او یک مشکلات آمده بود. دیگر دو تایش که یک بچه خورد است 2 ساله است، یک بچه 4 ساله است، اونا تمام مطب نمیره دیگر، او کلانش مطب میرفت 17 ساله است، او که رفت طرف مالجه شده دیگر فعلا. بله.
از اون خاطر رو آوردم. دیگه آوردم که همین شما انجینر سید محترم همین دختر ما از نزدیک ببینین، سر از یه غور کنین، اگر امکانش باشه امروز از یه رقم کمک کشوه. و اون خاطر این آوردم که بیچاره شما از نزدیک ببینین که این واقعا نزمین بایو بسته. خب دوست عزیز، مشکل است پدر جان شنیدین و خور جان رو دیدین که چشماشی نابین است. اگر خواستین کمک کنین به شماره که روی صفحه است موبت ماشین کمک کنین مرسال کن. ما هم کمکاشم را گرفتم و بریم به این پدر جان دوباره اک ویدیو تیدیه میگریم و نشرو منیم. جهان سپاس از تمام خیرین که دسته فامله نیاز من را میگره و یک تشکر ویژه از آقای غلام رضایی که اونا کمک ریدن و ما کمکاش بلده 12 فامل نیاز من توضیح دیم که دو بوجی آرد، یک بوجی برنج و یک پوشکر روغن که فی فامیل اینقدر متعذر بودیم. خب دوست عزیز، این بود مرحله سوم کمک های گروهی که ما فامیل لازمان توضیح دیم. تا بریو بعدی، خدا نگهدار شما.